سرخط مهمترین خبرها. آسمان کابل باز هم غرق دود. وقوع انفجار در سلیم کاروان. امرالله صالح: مقاومت در برابر رژیم دست نشانده و ستمگر طالب به شیوه های مختلف در سراسر کشور ادامه دارد. طالبان دو تن را به جرم کشیدن چرس در ملای آن بازداشت کردند. و پایان رژیم طالبان در افغانستان اعلام شد. باید خدا به یکی از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. لطفا تا آخرین ویدیو با ما باشید. آسمان کابل باز هم غرق دود. وقوع انفجار در سلیم کاروان. منابع از وقوع یک انفجار ناشی از ماین مغناطیسی در شهر کابل خبر دادند. با گزارش سپوتنیک منابع طالبان تایید کردند که دقایق پیش یک انفجار در منطقه سلیم کاروان به وقوع پیوسته است. منبع وجود است که این انفجار ناشی از ماین کنار جاده بوده است. در این حادثه به کسی آسیب نرسیده است. کابل در روزهای اخیر گواهی انفجار پی هم بوده است. سخنگوی فرماندهی پلیس کابل تایید کرده و گفته که انفجار ماین کنار جاده‌ای در سلیم کاروان یک موتر نو زرهی را هدف قرار داده که تلفات در پی نداشته است. شخص و یا گروهی تا اکنون مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. فراغت 450 جنگجوی طالب از قول اردوی المنصوری. وزارت دفاع طالبان با نشر خبرنامه ای میگوید که 450 تن از نیروهای تازه نفس گروه طالبان از قول اردوی المنصوری پس از فراگیری تعلیمات نظامی فارغ گردیدند. در خبرنامه وزارت دفاع ملی آمده است که نیروها پس از فراگیری تعلیمات نظامی امروز چهارشنبه دهی قوس از قول اردوی المنصوری فارغ شده است. قاری فیض الدین فدرال لوی دیرسیس قوای مسلح طالبان که در مراسم فراغت 450 تن از نیروهای تازه نفس گروه طالبان در قول اردوی المنصوری در پکتیا اشتراک کرده بود گفت با گذشت هر روز بر صفهای منظم و آموزشی نظامی نیروهای شجاعی گروه طالبان افزوده می شود که بیانگر تعهد محکم ما بر ایجاد و رهبریت یک قول اردوی قدرتمند و مستقل در کشور می باشد. گفته می شود که نیروهای گروه طالبان از مرکز قول اردوی المنصوری لوای اول، لوای دوم، سرحدی و لوای چهارم فارغ شدند. گفته می شود که در بین نیروهای فارغ شده کماندوان نیز شامل است. امرالله صالح: مقاومت در برابر رژیم دست نشانده و ستمگر طالب به شیوه های مختلف در سراسر کشور ادامه دارد. امرالله صالح معاون رئیس جمهور فروری افغانستان در واکنش به ندادن کرسی افغانستان در سازمان ملل برای طالبان میگوید که اعتزاز پرچم ملی کشور در مقر سازمان ملل متحد حرم کوچک بر احساسات، عواطف و پیکر زخمی ملت است که تهاجم گروه دست نشانده و ستمگر طالب را به گونه شدید مرجوع ساخته است. او امروز در یک پیام فیسبوکی از اعضای کمیته اعتبار بخشی سازمان ملل متحد به خاطر این تصمیم شار ابراز اطمینان کرده است. به گفته او مقاومت و مبارزه مردم افغانستان بر ضد طالبان توانست یک بار دیگر ماهیت اصلی آنها را به جهانیان هویدا سازد. امرالله صالح میگوید که زنان افغانستان نشان دادند که افراطیت ستمگر صدا بر حقشان را خاموش ساخته نمیتوانند. معاون پیشین رئیس جمهور فروری افزوده که امروز مقاومت در برابر رژیم دست نشانده و ستمگر طالب در بعدهای مختلف و به شیوه های مختلف در سراسر کشور ادامه دارد. او میگوید که طالبان با تسول به فریب، اتکا به کمک بیدریغ نظامی پاکستان و استفاده سو از نیت صلح خواهان ملت و دولت به دست آورده نظامی دست یاب کردیدن و توانستند روند آشتی و مصالحه ملی را تخریب نمایند. او اما افزوده که این خرابکاری و سبکتاج اما نتوانست برای آنها مشروعیت داخلی و یا بین المللی ایجاد نماید. امرالله صالح تاکید میکند که اتکای مطلق به تفنگ، شکنجه و کشتار معترضان و تدریج قومه ها و جریان های سیاسی کوکنون روش بنیادی طالب برای تداوم حکومت ظلم است محکوم به شکست خواهد بود. طالبان دو تن را به جرم کشیدن چرس در ملای آن بازداشت کردند.
پلیس طالبان در ولایت هرات پنجشنبه 11 قوس میگوید که افراد آنها در ولسوالی انگیلی این ولایت دو تن را که در ملای عام در حال کشیدن چرس بودند بازداشت کردند. این افراد به همراه چلمهای چرسشان بازداشت شدند و همکنون در نظارتخانه طالبان قرار دارند. این دو تن به جرم کشیدن چرس در ملای عام در حال بازداشت میگردند که چند پیش برخی معتادین به مواد مخدر مانند چرس به خبرنگار رها در ولایت هرات گفته بود که آنها پس از روی کار آمدن گروه طالبان از ترس بدرفتاری و یا بازداشت کمتر مواد مخدر می کشند. و پایان رژیم طالبان در یک نگاه. کرسی افغانستان در سازمان ملل به طالبان واگذار نشد. کمیته مسئول سازمان ملل برای پذیرش نمایندگی رسمی کشورها از تصمیم گیری در باره فرستادی ویژه طالبان در این سازمان خودداری کرد. با گزارش اسپوتنیک، کمیته اعتباردهی سازمان ملل در نشست روز گذشته خود تصمیم گیری در مورد کرسی افغانستان در این سازمان را به آینده تعطیل کرد. گفته می شود که بر این اساس نمایندگی فعلی جمهوریت در ملل متحد به کار خیش ادامه می دهد. کمیته مذکور عنقریب گزارش خیش را غرض تصویب به مجموعه عمومی سازمان ملل ارائه می کند. روسیه، چین و امریکا از اعضای این کمیته 9 نفری هستند که درباره اعتبار و صلاحیت نمایندگان 193 عضو سازمان ملل متحد تصمیم گیری می کنند. اگر این کرسی به طالبان داده شود، حکومت آنها به مثابه دولت افغانستان سرانجام رسمیت می یابد. روز گذشته سهیل شاهین نامزد طالبان برای کرسی افغانستان در سازمان ملل گفت که چرا مردم ما باید هدف تحریم ها، فشار ها و محروم شدن از کرسی در سازمان ملل باشند. افغانها خواهان افغانستان آری از اشغال و داشتن رابط مثبت با هر کشور در جهان بر اساس منافع متقابل هستند. این در حال است که آرون نجفی‌زاده خبرنگار موفق چنین نگاشته بود: اگر کرسی سازمان ملل به طالبان واگذار نشود، پایان رژیم طالبان آغاز می شود. طالبان و راه‌های درازمدت بر رسمیت شناختنشان از سوی جهان. طالبان 20 سال تمام علیه نظام مورد حمایت جامعه جهانی جنگیدند. هزینه‌های سنگین مالی و انسانی بر کشورهای حامی افغانستان وارد کردند و سرانجام از راه نظامی بر افغانستان مسلط شدند. هنوز هم جامعه جهانی از تسلط دوباره آنان در قدرت نگرانی دارند. این کشورها تحویلن گفته که طالبان رابطشان را با گروه های هراس افغانان در منطقه قطع نکردند و همچنان تهدید برای منافع ملی آنان به حساب می روند.